خوش بود در پای لاله، پر کنی هر دم پیاله، ناله تا به کی خندان لب شو همچو جام می، خندان لب شو همچو جام می. چون بهار عشقت و کرم باشدش خزان غمزه پی، بر سری چمن بزن قدم، می بزن به بانگ چنگونه، از چه روز جلوه بهار، ای بهار من تو غافلی، روی خود ز عاشقی متاب، ای صفا اگر که عاقلی. آمد نوبهار، طی شد هجر یار، مطرب نی بزن ساقی می بیار، مطرب نی بزن ساقی می بیار، مطرب نی بزن. عید شد، عید شد، جامه دران در هوس بستان خیز، به هوای طرب از صوت هزاران برخیز. خسروانی دو سه روز است بر این کاخ بلند، شهد شیرین به ستان، باده به کام دل ریز. جام برگیر و شکر بر لب پیمانه بریز، وقت تنگ است، وقت تنگ است. درود به شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و به برنامه نوروزی پرواز خوش آمدید. من شراره سلطانی همراه دوست عزیزم خانم دکتر زهره انصاری و دوستان برنامه ما گروه موسیقی افتخارشون و همچنین بچه های پشت صحنه، به افتخار بچه های پشت صحنه واقعا خوش آمدید. امسال ما واقعا یک برنامه نوروزی شاد برای شما داریم. نظر شما چیه زهره جان؟ من هم به نوبه خودم به تمامی بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. افتخاریه که در تلویزیون پرواز در خدمت شما و هنرمندان عزیز و عزیزان پشت صحنه که میتونم بگم واقعا بدون وجود تک تکشون نمیشه بگیم این برنامه اصلا شکل میگیره. بله. به افتخارشون من از همه قلب مجدداً میخوام همه دست بزنیم. خب بچه ها برنامه داریم براتون، درسته؟ آراز جان چی فکر میکنی؟ درست، برنامه شاد. از کجا ببینن برنامه رو؟ از همین شبکه؟ بله. خب امشب برنامه ما از ساعت 6 و نیم تا 8 و نیم شب پخش میشه و تکرار اون از ساعت 9 تا 11 از تلویزیون چند فرهنگی شاه پخش میشه و همچنین در سوشال مدیا. و شما میتونید عزیزان در هر جای دنیا هم که هستید ما رو از طریق سوشال مدیا ببینید. بریم. 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 به من یاد
چمن تو بگذری سوی یاره بر پرواز دلم از پرواز دلم سوی آن محروی دلازم بر پرواز دلم از پرواز دلم سوی آن محروی دلازم بگو مشکم این دل من ای زیبا سنم مکن قلب مرا خون ای دلدار بیا بیا از غم دل گویم من بس راز تو شبی از مستی هوشیار سلام و درود، بیژن احمدیان هستم، وکیل رسمی بریتیش کلمبیا. برای هموطنان و تمام دوستانی که نوروز رو جشن میگیرن، سالی پر رونق مملو از تندرستی و عشق و وفا آرزو مندم. بهارام سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یوهو، خوشم خوشم که عمر دی سر آمد، رنجم بگرفته پایان یوهو. بیا که خوش کنم دلم به روی تو، شادم کن در این نو بهاران، دور سر ما رفته غم به یک جا رفته، پا به کوبیم یاران. به من و تو بادا سال نو فرخنده، که سال نو گردد ما را لب پرخنده، ستاره بختت چون مهر تو بنده، به همه کسان به همه یاران خوش و خورم روزگاران. یه هفت سین رو به آینه، خوشتر چه باشد شم او جم او جام زرینه، خوشتر چه باشد ای از آن یار دیرینه، خوشتر. دوستان هموطنان عزیز، نوروزتون مبارک. امشب با اومدن سال نو، ما روحیه و امیدامون هم نو میشن. نوروز فقط یه روز جدید نیست، بلکه فصلیه پر از شادی و همبستگی، امید به روزهای بهتر. بیاین با همدیگه قدر سنت‌های قدیمی رو که ما رو به همدیگه نزدیک میکنه بدونیم، مثل چیدن سفره هفت سین، خوردن غذای خوشمزه با همدیگه و پخش کردن مهر و محبت. سالی پر از سلامتی، خوشحالی و رفاهو برای همه تون آرزو میکنم. سال نو مبارک.
تبریک صمیمانه. من مری صالح هستم. نوروز باستانی رو به شما عزیزان در هر جای جهان زیبا که هستی تبریک عرض می‌کنم. نوروز و بهار همیشه همراه با آرزوهای زیباست. یکی از این آرزوهای زیبا برای ما ایرانیان داشتن خونه است و من دوست دارم در اینجا همراه شما باشم برای خرید خونه و در همین فرصت باز دوست دارم که نوروز باستانی رو به شما عزیزان در سراسر جهان تبریک بگم و سالی سرشار از سلامتی و صلح و صفا برای تک به تک شما عزیزان آرزو کنم. موفق، سلامت و پابرجا باشید. با درود و شاد باش به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی. من آرش لطیفی هستم، مدیر اجرایی گروه، و اینجا اومدم تا گروه هنری اوج رو به شما معرفی کنم. این گروه شامل هنرمندان و اساتید موسیقی هنری ایران هستند. امروز هنرمندان این گروه برای شما قطعاتی آماده کردند از گوشه و کنار خاک پاک ایران عزیزمون، که امیدواریم این قطعات در کنار محفل گرم خانواده هاتون برای شما دقایقی خوش و پر از نشاط برمقام بیاره. گروه هنری اوج برای شما سالی پر از پیروزی، بهروزی آرزو میکنه. نوروزتان پیروز. بهار دشت صحرا سبز بوسه، بهار دشت صحرا سبز بوسه، بزای غنچه درختان گل ببوسه، بیا کار بهاره، بیا کار بهاره، بهار دیدار وقته که تنهایی سخته، خاطره او شب زمستان مره بره بده بی زیر باران، تره خاطره او شب زمستان مره بده بده بی زیر باران، بیا الان بهاره گمی دل بی قراره، دشت سا
صحرا و سبز بوسه بهار دشت صحرا و سبز بوسه بزه گنچه درختان گل ببوسه شب زمستان مره بده بده بی زیر باران تره خاطر ایه او شب زمستان مره بده بده بی زیر باران بیا الان بهاره دمی دیل بی قراره بیا الان بهاره ایران ما جشن‌های مختلفی ما می‌گیریم. بله. از جمله تیرگان، مهرگان، یلدا، ولی جشن نوروز مهمترین جشن ایرانیان به حساب میاد. به نظر شما چرا اینطوره؟ منم خیلی به این موضوع فکر می‌کنم. یکی از چیزهایی که شهرار جان ما انسان‌ها رو به عنوان یک فرد پویا به حرکت با می‌داره، به نظر من امیده. بهار برای همه یک پیام امید داره، شکفته شدن گلها، این که ما منتظر باشیم که بعد از رخوت و سردی زمستان مجدداً نوری به دلها بیاد، آفتاب بیاد بیرون، بارش ابر بهار، گلها دوباره سر بزنند و این به ما یک پیغام میده که زندگی جاریه، ناامید نشیم. بله. شاید این یکی از دلایلش باشه. من مطمئنم دوستان دلایل دیگه هم میتونن داشته باشن. بله آرا جان، شما چی فکر میکنی؟ خیلی قشنگ گفتن زاهد جان، تا من حالا عیدو دوست دارم به خاطر عید دیدنیاش. آره. آفرین مادر بزرگم و میرفتیم بی عالم نبه و نتیجه و ندیده و نمیره و برای اون دیده بازی داشت این که دوباره همه کاری قیمت دوستی محمد با هم برقرار نبرن و من خیلی بلد کرده. اتفاقا منم از اون دسته آدم ها هستم که واقعا نوروز رو به خاطر خاطرات شیرینی که توش هستش دوست دارم. مثلا خود من واقعا یادم میاد زمانی که بچه بودم خیلی دوست داشتم پدر مادرم زمانی که عید میشد، حالا طفلکا همیشه برای ما لباس نو و اینا میخریدن، ولی عید که میشد خیلی دوست داشتم که بریم خرید بکنیم. مامانم مثلا چیزای نوروزی رو میخرید برای سفره هفت سین، وسایلی که آماده میکرد، به اضافه لباسای نو برای من و برادرم. البته خواهرم هنوز به دنیا نیومده بود اون موقعی که ما بچه بودیم. شعر آهنگ زیبای فرهاد هست، دوستان هنرمند میدونن، بوی عیدی، بوی گل، بوی کاغذ رنگی. اون بوی عید اصلا یه بوی خاصی برای خودش. خیلی درسته؟ خیلی زیباست، خیلی زیبا. دوستان خاطره دیگه ای ندارم برای ما تعریف کنن؟ چرا؟ من یه خاطره خیلی خوب دارم. عید برای ما همیشه یادآور
بهار، فصل بهار، فصل بهار نارنجه. من به یاد دارم که وقتی 5-6 سالم بود توی شمال کشور موقعی که بهار میشد درختای نارنج و پرتقال و نارنگی و این مرکبات در هر صورت بهار نارنجای خیلی زیبا و معطر که کل شهر رو بوی عطر بهار نارنج میگرفت. کاری که مادر خدا بیامرز من میکرد این بود که ما رو با برادر خواهرای بزرگتر میفرستاد و این بهار نارنجایی که با باد تکون میخوردن و میافتادن روی زمین به ما دستور میداد اینا رو جمع آوری بکنیم، بیاریم توی نایلون بریزیم و بعد از اینا شربت درست میکرد، مربا درست میکرد و کلی چیزای خوشمزه دیگه که ما از بهار فقط بوی عطر بهار نارنج رو به خاطر نداریم. از بهار بوی خوراکی‌های خوشمزه، مرباهای لذیذ و همچنین زیبایی‌های بسیار بسیار زیبایی که حاصل همین بهار نارنجای زیبای شهر بود و این خاطره هیچ موقع از یادم نمیره و بوی عطر بهار نارنجی که در اون بسکت ما همیشه بود و به مادر تحویل می‌داد. به به، عالی، خیلی عالی. یه چیز دیگه هم هست دوستان، عید واقعا بوی عشق، بوی دوستی، بوی مهر، بوی آشتی، یعنی اون کسایی که واقعا قهرن با هم دیگه، دیگه نمیخوان با هم صحبت کنن، کدورت دارن با هم دیگه، واقعا چقدر قشنگی تلفن رو بردارن با هم دیگه حرف بزنن، بگن عزیزم، دوست من، عیدت مبارک، نوروزت پیروز و با هم دیگه دوباره ارتباط برقرار کنن. نوروز بوی مهر و عشق هم میاد، نوروز بوی دوستی هم میاد. شما چی فکر میکنید؟ فقط سر تکونن دارد؟ نه نه نه، اتفاقا من مسعود هم از این زده هم بابا دمی آشتی کردی با من. آقا مسعود هست میگه؟ حالا ایشون شاید با من آشتی کرده باشم. نه شما همچنان قریب خوزارشان. شما چی فکر میکنید؟ من واقعا فکر میکنم که ما هر لحظه باید این فکر رو بکنیم، ولی بهانه خوبیه بهار و نوروز و کلیه این اعیاد دور هم بودن ها که یاد ما بیاره که هر لحظه واقعا قابل پیش بینی نیست. ما توی زندگیمون فکر میکنیم که الان اینجا نشستیم این برنامه قشنگ رو من در خدمت همه شما دارم، واقعا از ثانیه بعدش خبردار نیستم و اگر که یاد خودمون بیاریم که همه چیز ناپایدارتر از اون چیزی هست که ما فکر میکنیم، یک مقدار در برخورد هامون و به خصوص از کدورت ها و در دل نگه داشتن هامون تجدید نظر میکنیم. بسیار عالی. آقای مهدی حسینی عزیز شما چی فکر میکنید؟ هیچ چیز خوبی اگه عیدی بگیریم. عیدی تو از آقای مایی چی بگیر شما امروز؟ بسیار عالی، شاد باشید. امشوق شوشه لپک لیری لوله، امشوق شوشه یارم برو از جونه، امشوق شوشه لپک لیری لوله، امشوق شوشه یارم برو از جونه، امشوق شوشه لپک لیری لوله، امشوق شوشه یارم برو از جونه. درود بر شما مردم نازنین ایران زمین، به خصوص هموطنانی که در ونکوور کانادا زندگی کردنی، این عید نوروز باستان رو به شما تبریک می و آرزوی قلبی ما این است که هر جا در اینی خارتن دارید و سلامت باشید. عید نوروز بر شما مبارک. مجده هادین دوستتون نروز سرتون دید.
بهار داره اونجا روز برز و ترکیمار داره سر جمعه کنده لخته بیابون چچلا گرده نه ایار نه پیغوم بهاره آی بهاره آی بهاره بهاره آی بهاره آی بهاره تمام دشت سرا لال زاره تمام دشت سرا لال زاره. درود بر شما ایرانیان عزیز، عید نوروز را به شما عزیزان به خصوص هموطنان ساکن ونکوور تبریک میگم. مانا باشید. جیلا رضایی از کمپانی لویال پیج متخصص در خرید فروش خانه‌های لوکس مسکونی در ونکوور. تلفن تماس 604-773-3599. شرکت حسابداری پی بی اس با مدیریت نازنین و رضا هوشمند سالی سرشار از شادکامی و سربلندی برای تک تک شما آرزومند است. و شاد باش فرا رسیدن سال نو و نوروز باستانی رو به هموطنان عزیز و همه فارسی زبانانی که در فلات بزرگ ایران زندگی می کنند تبریک عرض می کنم. امیدوارم که سال آینده سالی همراه با بهروزی و شادکامی و پیروزی برای مردم ما باشه. قریب 20 سال هست که در ونکوور و کانادا به خدمات صرافی برای مردممون مشغول هستیم و هر سال در چنین موقعیتی این آرزو رو تکرار میکنیم، آرزوی دیرپا و کمتر دستیافتنی. اما در سفری که اخیراً به ایران داشتم اونچنان همدلی، سرزندگی و شور و شوق و عزم و اراده ای رو در مردم و به ویژه زنان ایران دیدم که تردیدی ندارم تحقق این آرزو به زودی در دستان ما خواهد بود. و من رو یاد این شعر حافظ انداخت که در ابتدای فصل بهار با هم بخونیم: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. سال نو رو مجدداً از طرف خودم و همکاران عزیزم در صرافی عطار تبریک عرض میکنم. شاد و موفق باشید. زهره جون، میدونستی خانم لیلا وارسته عزیز واقعا امروز افتخار دادن به ما و سفره به این زیبایی رو چیدن؟ برای من واقعا جالب بود، چون که دیدم هر اصلا کل اینجا وقتی وارد شدم دیدم هر قسمت این سفره یک حرف برای گفتن داره. بله واقعا دلم خواهد بشنوم ببینم چه حسی داشتن. بچه های موسیقی چی فکر میکنن؟ بچه های موسیقی ما هم حال بردن از صبح شما. واقعا زحمت کشیدی لیلا جان، واقعا از صبح لیلا جان با من هستش و پا به پای من سفره رو که به این زیبایی چیدن برای ما. واقعا ممنونم عزیزم. سمنو هم کار خودتونه؟ کار مامان هست. بح بح بح. خب لیلا جان خودتو معرفی کن، عید و تبریک بگو به دوستان عزیز ما در منزل. من
به نام خداوند ایران زمین، درود بر شرار جان عزیزم و زهره جان نازنین. مرسی. و تمام دوستداران و حامیان این برنامه. من شرار جون، زهره جون، واقعا قبل از اینکه اصلا نوروز برسه بهترین عیدیمو دریافت کردم و اون سین سعادت چیدمان هفت سین بود برای شما عزیزم. مرسی. به من افتخار دادید، خیلی ممنون که من رو قابل دونستید در برنامه دعوت کردید. یکی از مبالات و افتخارات من هست که به استقبال سال 1403 هجری برم. به به، خیلی هم ممنون، افتخار از ماست. حالا فکر میکنم زهره جون، لیلا جون یه هدیه کوچیکی هم برای ما داره. من میدونم شما طبع لطیفی هم دارید. من میخوام بپرسم میتونید در مورد این کار قشنگتون و برای نوروز به ما چیزی بگید؟ بله، دلواژه هام رو بدون قافیه و ردیف و بدون آمادگی تقدیمتون میکنم. امیدوارم پذیرا باشید. بچه های پشت صحنه به افتخارشون. مرسی، خیلی ممنون. مرسی، متشکر. بچه های موسیقی بزنن شما زودتر ادامه بدید. بفرمایید. من چون عاشق ایران هستم در وصف وطن یک چند رو باشه تقدیم کنم. و نوروز است، نفس پر گشته از بوی خوش باران، برای دیدن ایران و ایرانی تنم، روحم، وجودم یک پارچه آب و هوای وطن دارد. شنی جانم، زهره جانم، میان سبزه و گل چیده ام تصویر نازت را، ایران. میان سبزه و گل چیده ام تصویر نازت را، وطن. اما کنارت بودن و بوییدنت، ذره ذره خاک پاک بوسیدنت لطفی دگر دارد. امید آن دارم که در انتها به کشور خوبمون برگردیم. انشالله. خنده را بر لبهاتان، با گریه تموم نشه. آخی عزیزم. خنده را بر لبهاتان، آرامش ها بر قلبهاتان، دولتتان را مملو از پایندگی و نوروزتان را سرشار از فرخندگی آرزومندم. عید نوروز من، فصل بهاران من، باز شد نغمه زن و شاد و خوش ایران من. بوی صفای بهشت دامن گلزارش، باز هم جام کشید بر دل و جانان من. درود به همه عزیزان، رضا صادقی هستم از استودیو ایست وست ترک ونکوور کانادا. پیشاپیش سال نو رو به یکی عزیزان تبریک عرض می‌کنم. تو این استودیو ما سرویس‌های مختلفی داریم برای دوستانی که حتی به صورت بیسیک برای اولین بارشونه که میخوان از این تجربه استفاده بکنن، ما برای اونها سرویس‌های ویژه‌ای داریم، تا دوستانی که به صورت حرفه‌ای کار می‌کنن. برای اینکه با ما در تماس باشید میتونید از آدرس و ایمیل زیر با ما مکاتبه کنید. عیدتون مبارک. مصطفی سلیمیان، مشاور املاک در ونکوور بزرگ، با سابقه 27 سال خرید و فروش املاک. سالی خوش برای شما عزیزان آرزومند است. تلفن تماس 604-307-68-30. درود بر شما عزیزان. به رسم سنت‌های زیبای ما ایرانیان، سفره هفت سین ما نشونه‌های زیبایی داره که نشون دهنده امید و آرزو در سال جدیده. به جز سلامتی و شادکامی و آشتی با طبیعت، رسم بر اینه که چند تا سکه توی سفره هفت سین می‌ذاریم. اجازه بدین من، الهام رضایی، مشاور مالی شما، آرزو کنم که در سال جدید با برنامه‌ریزی درست سفره‌هاتون پر از برکت و سرمایه باشه و دلاتون پر از شادی و امید. عیدتون مبارک. شراره جان، جانم، میدونم شما بهتر از من میدونین، ولی
سفره هفت سین یا همون سفره‌ای که قبلا به نام هفت شین هم بوده، حالا به هر نامی که می‌خوایم بهش بدیم، سمبولی هست از برکت. بله. و اون هفت قلمی که به اسامی مختلف توی این سفره قرار داده شده یا به هفت شینی که بوده، هر کدوم یک سمبول برای اتفاقای خوب هستن. سلامتی، برکت، فراوانی و همه اینها. سلامتی جسد 100% سلامتی، همه اینها در کنار هم من رو خیلی وقتا به یاد این میندازه که اگر من اونقدر حالم خوبه و موفق هستم که کنار این سفره نشستم، چقدر خوبه که بشه این حال خوش رو به بقیه هم هدیه داد. چقدر خوبه که آدم به فکر این باشه که اگه فرصتی هست و همین الان بتونه دستش میرسه دست کسی رو بگیره، لازم نیست خیلی زیاد هم باشه، ولی یه کار خیر انجام بده. من فکر کنم هممون دوست داریم. حالا اصلا کلا من خودم یه آدمی هستم که وقتی به دیگران کمک میکنم، به قول شما حتی یه چیز کوچیک و ناچیز، اول از همه خودم خوشحال میشم و خوشنود میشم. اتفاقا شما راست میگی، واقعا منم احساسم بر اینه که در این موقع سال چقدر خوبه که آدم بتونه کمک کنه به بچه های بی‌وضاعت، به کسانی که نیازمندن، حتی یه چیز ناچیز باشه. حالا نظر بچه های گروه موسیقی ها را جان، شما نظرت چیه؟ شهر جانبه که گفتی، من یاد شهر خودم تبریز افتادم. اکثر بچه های گروه ما بچه های تبریز هستن. بله. یه چیزه که بکنم در تبریز حالا پیش رو بوده، این که تک دیگری که آدم ها از افتار مثلا گلوهایی بگیم واقعا در تبریز نیست، و این یه چیزیه که مردم بین خودشون هم دیگر رو زبان میکنن. به شما یادم نمیده جایی از تبریز به اسم بابا باقی که جایی هست که جزامی های تبریز رو در واقع نگهداری میکنن، و واقعا 100% در واقع داره دونیشناش از خودش هم میده. همونجور که خودتون گفتیم، در واقع ما با کمک کردن به دیگران، به دیگران منت نمیگذاریم، بیشترین کمک رو به دل خودمون. بله. دقیقا. و من میدونم در خود شهر ما ونکوور واقعا انجمنهایی هستن که کمک رسانی میکنن، چه در اینجا چه در ایران، و اگر کسی دوست داشته باشه در این روزها کمک رسانی بکنه واقعا چه قشنگه. بله. و واقعا هم همونطور که شهر جان فرمودن، مسئله نیستش که ما به مقدار کمک کردن توجهی نکنیم، ولی اون حال خوشی که به هم دیگه میدیم، اگر بتونیم دست کسی رو بگیریم، اگر بتونیم لبخندی به لب یک بچه بیاریم، فقط بهشون اون حال و هوای عید رو بدیم، امید. که بدونن امید. دقیقاً امید بدونن کسی هست که برای اونها دل میسوزونه و در کنارشونه، بهشون انگیزه میده که خودشون حرکت کنن. و ما همونطور که گفتین، اولین کسی که سود میبره خود ما هست، رضایت از خودمون. Thank you.
عید من و نوروز من امروز تویی. خدمت همه شما هموطنان عزیزم، تبریک نوروز این جشن زیبای ما ایرانیان رو خدمت تک تکتون عرض میکنم و امیدوارم که یک سین بسیار زیبا به سفره هفت سینتون مزین بشه امسال و اون سین سین سلامت هست. امیر نورپور هستم، تنها ایرانی که افتخار داره به عنوان اینترنشنال مستر ترینر تاییدیه داره، سرتیفاید شده از ژاپن بابت تکنولوژی
آب کانگن که امیدوارم امسال تک تکتون بتونید از این تکنولوژی زیبا برای خودتون و سلامت خانوادتون بهره ببرید. متشکرم. با سلام و درود، بیژن احمدیان هستم، وکیل رسمی بریتیش کلمبیا. برای هموطنان و تمام دوستانی که نوروز رو جشن میگیرن، سالی پر رونق مملو از تندرستی و عشق و وفا آرزومندم. رضا هوشمند هستم از شرکت پی بی اس اکانتینگ با دو شعبه در نورشور و ترای سیتی. به همراه همکاران و همسرم ایده سعید باستانی رو که عامل وحدت دهنده و شادی بخش برای همه ایرانیان در اقصا نقاط دنیاست، به همه در همه جای دنیا تبریک میگم. هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز، با امیدی سالی بهتر برای همه ایرانیان و هموطنان عزیز. You are watching Nowruz special TV show, directed by Majid Mahichi, produced by Sherry Sultani, on Shaw Multicultural Channel. چه تو از چوب خوش نعنا بچین، مچ تو بی دل برو تنها نشین. هر کیارش خوشگله جاش تو بهشته، ای شیرین جونو ای شیرین عمرو، گر بخوای موسم نری به زور میستونو. ملانه ملانه سی خورت لیلی کردی کباب سی خورت لیلی، ملانه ملانه سی خورت لیلی کردی کباب سی خورت لیلی. بلاله بلاله سی خودت لیلی کردی کباب سی خودت لیلی، بلاله بلاله سی خودت لیلی کردی کباب سی خودت لیلی. ای خدا از قلب ما یارو خبر شه، ای خدا یار شام ما یک دم سحر شه.
آسمون به دنیمی گوشش به بهشته هر کیارش خوشگله جاشتو بهشته ای شیرین جونو ای شیرین آنو گر بخوایی بوسم نری به زومی سون بلار برانو سی خود لیلی کردی کبابو سی خود لیلی سی خود لیلی کردی کبابم سی خود لیلی بلار بلار سی خود لیلی کردی کبابم سی خود لیلی دوستان در خدمتتون هستم که به اطلاعتون برسونم که قراره یک سری کلاس‌های دست جمعی برای گروه مختلف سنی در ونکوور کانادا بذاریم که تو این کلاس‌ها تصانیف ماندگار تدریس بشه و امیدوارم که یک جمع خیلی خوب رو در کنار همدیگه داشته باشیم. منتظر دیدار همتون هستم. با امید دیدار. با سلام و آرزوی بهترین ها برای همه شما هموطنان عزیزم. میترا صابری هستم. امیدوارم در سال جدید لب‌هاتون همیشه با خنده به زیبایی شکوفه های بهار باشه و برای همگی آرزوی موفقیت، سلامت، شادی و عشق میکنم. نوروزتون مبارک. با درود و شادباش نوروزی خدمت شما دوستان و هموطنان عزیز. رامین امینیان هستم، مورگیج بروکر. از سال 2006 در زمینه وام‌های مسکونی، تجاری و ساخت در خدمتتون بودم. یکی از کارهای ما یافتن راهکارهای قانونی برای تسهیل ارائه وام خدمت شما هستش و من تصمیم گرفتم که امسال یکی از این پروگرام ها رو که خیلی کارایی خوبی هم داره به عنوان ایدی خدمت شما ارائه بدم. این پروگرام برای سلف امپلوید یا اشخاصی که بیزنس خودشون رو دارن هستش که بتونن 65% ارزش ملک رو فایننس بکنن. حالا مقدار مورگیج رو ما میتونیم بر اساس تقریبا 2 برابر درآمد شما محاسبه بکنیم که این خیلی به نفع شما خواهد بود. بر اساس این پروگرام مثلا شما برای فایننس یه واحد 800,000 دلاری که 65%ش رو می‌خواید فایننس بکنین، به جای اینکه شما 135,000 دلار درآمد مجبور باشین نشون بدین، با 75,000 دلار درآمد میتونین این فایننسینگ رو داشته باشین. رامین امینیان هستم، منتظر تماس شما.
آراز جان با گروه موسیقی امشب چه کار کردین؟ شاکار کردین واقعا. دستتون درد نکنه. میدونی من یادش افتادم. من یاد این افتادم که واقعا نوروز وقتی که میاد یک روز نیست. ما یه آمادگی سازی داریم که واقعا اون آمادگی رو همیشه از یک ماه قبل، دو ماه قبل با شوق و ذوقی که داریم میخواد نوروز بیاد. و واقعا این نوروز برای ما یک روز نیست. از خونه تکونی گرفته، خرید عید گرفته، اون شوق دید و بازدید عید گرفته و اینکه میخوایم بریم حالا خونه مادر بزرگ. خونواده من که از یک ماه قبل برنامه میچینن امروز خونه این، یه هفته بعد خونه این، یه هفته بعد خونه برادر، خواهر. خلاصه خود همین دید و بازدید، خود این عشق، خود همین دوستی یک ذوقی رو برای آدم میاره. بنابراین ما نباید بگیم نوروز یک روزه، نوروز ادامه داره. واقعا واقعا همینطوره و برخلاف تصور ما که ناگهانی میاد، خیلی آرام آرام میاد و همیشه هم هست. ما توی دل خودمون باید هر روزمون واقعا نوروز باشه. همینطوره. البته من یه جملتون رو دزدیدم و یه دو سه خط اینجا نوشتم، خیلی ببخشید. خیلی هم عالی، بفرمایید. ما از میگن دوزی ادبی. بفرمایید. گفتم نسیم پاورچین پاورچین به باغ ما میآید. من از بهار بوی تو را میچینم، من از امید سراغ تو را میگیرم. نوروز تنها یک روز نیست.
بود آن روز ما را عید نوروز که بر شیطان بگردد عشق پیروز. هر آن کس عاشق است عشقش مسیحاست، اگر باشد کتابش مژده روز. خب از این فرصت استفاده بکنم و تبریک میگم به تمام بینندگان تلویزیون پرواز و خوشحال هستم که این فرصت مهیا شده تا بتونیم در این برنامه‌های متنوع شرکت بکنیم، تماشا بکنیم در هر جا که هستیم، چه اون کسانی که برگزار میکنن برنامه‌ها رو و چه کسانی که نگاه میکنن. امیدوارم این ایام واقعا به کامتون شیرین باشه. امیدوارم که هر زخم دلی دارید شفا پیدا کنه، نه فقط برای چند روز شاد باشید، بلکه سال جدید سالی پر از برکت و شادی باشه تو زندگیتون. دعای ما این هستش. یادتون باشه خداوند شما رو دوست داره، ما هم همینطور. آمین. مصطفی سلیمیان، مشاور املاک در ونکوور بزرگ، با سابقه 27 سال خرید و فروش املاک، سالی خوش برای شما عزیزان آرزومند است. تلفن تماس 604-307-68-30. درود فراوان عزیزان، پوران پور اقبال هستم، روان درمانگر و روانشناس بالینی، و در کنار همکارم سمیرا غلامی دوست دارم که این سال جدید رو بهتون تبریک بگم. درود بر شما عزیزان، سال نو رو به شما تبریک میگم. سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، آینده نو، آینده‌ای که همیشه در انتظار هستیم که از گذشته بهتر باشه، و 365 روز شادی، سلامتی همراه با سلامت روان رو برای شما خواست داریم. و ما در برنامه گفتگو در سال پیش مصاحبه های زیادی داشتیم با عزیزانی که دوست داشتن بیان صحبت بکنن در مورد کارهای ابتکاری و خلاقیت هاشون و برنامه هاشون، و خوشحال میشیم که اگر شما عزیزان دوست دارین به ما بپیوندید و برنامه های بهتری در راه هستش، به اضافه این که در سازمان میدل پیس که سازمانی است که تأسیس شده روانشناسی رو با زبانی ساده و کاربردی برای مردم توضیح بده، در کنار شما باشیم. به همراه همکارم پوران پور اقبال و شری سلطانی در برنامه گفتگو با ما باشید. اگر تمایل دارین در برنامه ما شرکت کنین و مصاحبه ای را انجام بدین، با skyrisemediasociety@gmail.com به ما ایمیل بزنین و ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نوروز پیروز. خالی کنیم فرش، پوریای سرخ و سفید
مستم تیغت بریده شستم مستم 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 تیغت بریده شستم بیا بریم شاه چرا شاه چرا عهدی ببندیم عهدی ببندیم هر کدوم اه بشکنیم اه بشکنیم کمر نبندیم کمر نبندیم مستم 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 تیغت بریده شستم مستم 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 تیغت بریده شستم یک گل سایه کمر سایه کمر تازه شکفته تازه شکفته نه دستم بهش میرسه نه خوش میفته نه خوش میفته مستم 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 تیغت بریده شستم مستم 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 تیغت بریده شستم مستم 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 تیغت بریده شستم خب زهره جان نوبتی هم باشه بله. نوبت گروه موسیقی عزیزمون هستش که واقعا ما رو خوشحال کردین افتخاری است که همراهی کردید با ما امشب بله. گروه موسیقی دومان خب عزیزان خودتون رو معرفی کنین آرز جان لطف کن دوستان عزیز رو معرفی کن شراب عزیز خیلی ممنون که ما رو در سفره نوروزی خودتون با هم شریک کردید گروه موسیقی دومان حاصل 7-8 ماه تلاش خیلی نزدیک و صمیمی دوستای بسیار خوبم تو گروه بوده بله با بزرگترهای جمع شروع میکنم مسعود حدیان به به که غیر از اینکه نقاش خوبی هست ساز کارمان آخرین همیشه دوستدار ماست به به یه برادر بهتر از خودش به نظر من مثل خان دکتر زهر انصاری به به فرید عزیز هم از همون اول با ما بود دست راست من تو پیام عالمی همه شون دکتر این مثلا هم این کسی که دکتر ایستم شما هم دکتری عزیزان تو رو بسار زدان پیام عزیز در ساز تا به به دوستی هستش که از 5 سالگی ما با هم بودیم با پیام و دوست بسیار خوبمون باز دکتر بابک گلرویی به به آقا بابک گل پزشک هست و پیانیست بسیار بسیار نمد و رسپادالیست دوست بسیار خوبم دادیار یاجب که نوازنده بسیار زبردست تار و این ما گیتار این گیتاریشون که خوشگله و قرمزه گیتار بسیار محسوسی که در موسیقی آذربایجانی بسیار طرفدار داره و هر از شما که ببین از برنامه عیدی که داشتی 8 مارچ برای ما بگو ترکونیم والا منم بودم اونجا چقدر شب خوبی بود نه اینقدر شاد بود به خدا من خودم میخواستم بیام اونجا اون بالا با شما برقصم خیلی عالی بود در حالی واقعا شب بسیار خوبی بود و در حال بسیار ممنون و متشکرم همه عزیزان که این همه مدت همیشه مشوق ما بودن دلگرمی بهمون دادن هستیم شده تو برنامه شادتر یه این دفعه صندلی نخواهیم داشت نوروز ما ادامه داره همجوری که زهره جان گفت نوروز هر روز نوروزه و شما باید همین شادی ها رو همیشه بیاریم تو خونه ما خب عزیز سال نو رو تبریک بگیم با گروهتون نوروز رو بسیار تبریک میگیم به همه هموطنان عزیزمون همزبان ها و بچه ها چی میخواییم بگیم نوروز پیروز به 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 بایرام نوروز ها نه بابا مبارکه گلیریاز بایرام و بهار بایرام هر طرف آل ارباسی بینیر هاما
ریلا رضایی از کمپانی لویالا پیج متخصص در خرید فروش خانه های لوکس مسکونی در ونکوور. تلفن تماس 604-773-3599. بهار آمد سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یوهو، خوشم خوشم که عمر دی سر آمد، رنجم بگرفته پایان یوهو. بیا که خوش کنم دلم به روی تو، شادم کن در این نو بهاران، دور سر ما رفته غم به یک جو رفته، تا به کوبین یاران. به من و تو بادا سال نو فرخنده، که سال نو گردد ما را لب پرخنده، ستاره بختت چون مهر تابنده، به همه کسان به همه یاران، خوش و خرم روزگاران. یه هفت سین رو به آینه، خوشتر چه باشد جام زرین، خوشتر چه باشد ایدی از آن یار دیرین. دوستان گرامی، هموطنان عزیز در شهر ونکوور، خیلی خوشحالم که از طریق تلویزیون پرواز میتونم فرارسیدن بهار و نوروز باستانی، این عید ملی و با شکوه ایران رو به همه شما عزیزان تبریک بگم. من سفرهای زیادی به ونکوور داشتم و کنسرت و برنامه‌های اجرا کردم، همینطور از بعضی از ترانه هام ویدیو کلیپ هایی با همکاری تلویزیون پرواز و دوستان عزیزم مجید ماهیچی و شراره سلطانی در این شهر تهیه شده. بنابراین همیشه مورد لطف و محبت هموطنان در این شهر قرار گرفتم. امیدوارم باز هم بتونم سفری به اونجا داشته باشم. به هر حال آرزو می کنم این نوروز نوید دهنده روزهای خوشی برای شما باشه و همینطور برای همه هممیهنان عزیز در ایران در این سال نو، سلامت، شادی، رفاه و آسایش و صلح و آزادی از خداوند بزرگ خواستارم. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. چه خوش اومد مردم مبارک، بهار اومد، بهار اومد، عزیزم بر تو هم مبارک.
الملی جان هند بهام رام دکنم هند من دامان ورف آبونم ابرشان برو جنن برو جنن الملی جان میشیم ببر و خون کنار چت بسم مثل آروم همجار میل جکشان خون درن حال سر پیرچین سر چون بیرون بیا بیرون بیا فصل بهارای عزیز موقع کارا شکوفان شکوفان غنچه با کده غنچه با کده بلبل سر دارای بلبل سر دارای عزیز فصل دارای درخان مزه دارای بریز کاورا سانیم داورا باشانیم همه تون بیچارای بریز کاورا سانیم داورا باشانیم تاب شوان ایم و ایم ایم و ایم ایم کی گوتی بر عزیز می جان دیل بر تره قربان تره قربان تی جانه قربان تی چما ایران تی بلا به می سر عزیز می جان دیل بر عزیز فصل بهارای دیجومان گوش دارای درخان مزه دارای بریز کابل آسانیم دانه باشانیم امتون بی جارای بریز کابل آسانیم دانه باشانیم امتون بی جارای پاسیفیک راک گالری، گالری و خدمات فرش دلیری
با 3 نسل تجربه و 20 سال ارائه خدمات در ونکوور، بزرگترین و کاملترین مجموعه فرش دستبافت کلاسیک و مدرن در کانادا و تنها مرکز تخصصی با گواهی نامه بین المللی قالی‌شویی، رفوگری و رنگبرداری، با 3 نسل تجربه، سال خوشی را برای تمامی هموطنان عزیز در سراسر دنیا مخصوصا ونکوور آرزومند است. سال نو، فرش نو، خانه های خود را با فرش دستباف زیباتر از قبل کنید. گالری و خدمات فرش دلیری. من حسین دلیری، فاوندر و اونر بیزینس پاسیفیک را گالری هستم. از سال 2007 در ونکوور در خدمت شما هستیم. سومین نسل هستم از فرش دلیری که در خدمت شما هستیم. پیشا پیش سال نو رو خدمت شما یکایک هموطن عزیزم در سرتاسر جهان تبریک میگم. امیدوارم که سال بسیار خوبی داشته باشیم، لبخند رو لبای تک تک عزیزان ببینیم انشالله تو ایران و از این نگرانی ها انشالله گذر کنیم و سال بسیار خوبی داشته باشیم و نوروز باستانی برای یکایک شما انشالله که توام با تندرستی و شادمانی باشه. ما با 2 شعبه نورت ونکوور و پندر در خدمت شما عزیزان هستیم. ایام بکن. کتاب شاهنامه را سر سفره میذاریم. کتاب شاهنامه کتاب تاریخ ماست و شناسنامه ملی ایران و ایرانیان و نماد هویت ملی ما و نگهدارنده زبان فارسی است. این کتاب نیاکان ما رو به ما معرفی میکنه که چه کسانی بودند و چگونه زندگی میکردند و همچنین این کتاب درس میهن پرستی، مهر و دوستی، بخشش و نیکی و پهلوانی و قهرمانی رو به ما یاد میده و همچنین نام و نشان پهلوانان و قهرمانانی که در طول تاریخ ایران به پا خواستند و جان فشانی کردند برای سربلندی و آزادی ایران رو به ما نشان میده که ما نام اونها رو روی فرزندانمون بتونیم بگذاریم. معنی هفت‌سین چیه؟ هفت‌سین نماد 7 امشاستندان یا 7 اندیشه والای ایرانی هستش. در گذشته های دور 7 دانه مختلف رو مثل گندم و جو و عدس و ماش و اینها رو میکاشتن. امروزه ما برای 7 امشاستندان 7 از فراورده هایی رو که نماد زمینی دارن روی این میذاریم. اولیش وهومن یا خرد و اندیشه نیکه که ما از فراورده های حیوانات سودمند مثل شیر، تخم مرغ و پنیر رو سر سفره میذاریم. نماد دوم اردیبهشت یا راستی و پاکی که ما نمادش رو روشنایی شمع رو سر سفره میذاریم. امشاسپند سوم شهریوره، یعنی قانون مداری، یعنی پیروی از قانون و نماد زمینی اون فلزات هستش که بهترینش ما سکه هستش که سر سفره میذاریم. و همچنین بعدش امشاسپند بعدی سپندارمست یا فرشته مهر و عشق و دوستی و ما آنچه که زمین مادر ارت به ما میده، مادر زمین به ما میده، مثل گندم که نماد سمنو هستش، آجیله که گردو و بادوم و فندوقه و همچنین میوه ها و خوردنی هایی که زمین به ما میده. نماد پنجم وقتی ما همه اینا رو داشته باشیم، یعنی خردمند باشیم، نیکوکار باشیم، درستگردار باشیم و
قانون مدار باشیم، مهر و عشق و دوستی داشته باشیم، یک انسان کاملیم که نماد زمینی اون آبه، برای یک ظرف آب رو هم روی اون میذاریم و اگر همه این صفات رو داشته باشیم یک نام نیک و جاودانه برای خودمون باقی میذاریم و امرداد میشیم، یعنی جاودانه. نماد زمینی امرداد گل و گیاه و سبزی هست که سر سفره میذاریم و وقتی که همین رو داشته باشیم خودمون نشانی از خداوند هستیم که میشینیم سر سفره. نوروز داره از راه میرسه و بنابراین رسم بر این هستش که پیش از آمدن سال نو نیایش نوروزی رو میکنیم و نیایش میکنیم که پروردگارا به ما خرد گزینش راستی، منش نیک و توان درست زیستن و شادی زندگی رو ارزانی دار. به ما نیرو و توان ده که با مهر و فروتنی بتوانیم در راه خدمت به دیگران و آبادانی خانه و شهر و کشورمان بکوشیم و رسم آزار از زمین برکنیم. پروردگارا به ما نیکنامی، تندرستی و بهروزگاری ارزانی دار. برای ایرانمان آزادی و آسایش و برای جهان دوستی و آرامش را بازگردان. باشد که شاد و نیک و تندرست زیویم و تا زیویم به کامل زیویم. ایدون باد. هر روزتان نوروز. نوروزتان پیروز. دوستان عزیز، به دقایق پایانی سال 1402 خورشیدی رسیدیم. امیدوار هستیم که سال گذشته سالی سرشار از برکت، شادی و تندرستی برای همه شما بوده باشه و همینطور دعا میکنیم و آرزو داریم که سال آتی سالی بهتر برای همه مردم، مردم عزیزمون در ایران، سرشار از شادمانی، تندرستی و برکت باشه. خب زهره جان، به لحظات پایانی سال رسیدیم. شمارش معکوس. شمارش معکوس. بچه ها حاضرید؟ بله. پس بریم. بریم. ده، نو، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، آغاز سخن به نام یزدان، وانگاه به نام پاک ایران. باستانی نوروز پیروز باد.
چو فروردین به اسفند است پیروز، بیا ساقی که از نو گشت نوروز. بیا ساقی بیا که روز عید است، کنار هفت سین نقل و نبید است. به یمن عید سبزه سر زد از خاک، گل از شادی نموده پیرهن چاک. بهاران شد بهاران شد بهاران، گلاب افکن به جام میگساران. به جامم کن شراب ارغوانی، که یابم زندگی جاودانی. بیا زن پیشتر که دیر گردد، دلم از زندگانی سیر گردد. بیا بر جام می در بزم مستون، بگردان و بگردان و بگردان. بیا ساقی طرب کن، روز عید است، که پیروزی بر اهریمن ندید است. بیا و برفروزان اخترم را، که تا زین بیش سازی باورم را. بیا ساقی دلم را شاد گردان، خراب آباد جان آباد گردان. بده زنمی که تا سرمست گردم، به اوج آسمون زین پست گردم. کنون از دست غمها در عذابم، غم آباد است این جان خرابم. بیا تا از کف تو جام گیرم، مگر از دست غم آرام گیرم. به یمن می دهم غم را فراری، میم ده تا نمایم شاد خاری. صدای ما رو از رادیو تورنج کانادا میشنوید. باران‌های بهاری گرد و غبار را می‌شوید و زندگی سبز و تازه‌ای را به ارمغان می‌آورد. بار دیگر بهار زیبا با شکوفه‌های رنگارنگ آغاز می‌شود و عطر فرح بخش بهار دل‌هایمان را پر از عشق و امید می‌کند. برای ایران و ایرانیان عزیز در سرتاسر دنیا سربلندی و آزادگی را آرزو می‌کنم. امیدوارم در سال جدید قلب مهربانتان سرشار از عشق و شادی باشد و خانه هایتان پر از شکوفه های رنگارنگ. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز باد. سیما میرزا آقایی، کارشناس وام مسکن، بیمه و امور مالی. 778-848-7690. درود و عرض ادب و احترام خدمت نیکندیشان و مهربانان عزیز و ایرانیان نیکمنش و بزرگوار جای جای دنیا و بالاخص هموطنان عزیز مقیم کانادا و سپس ویژه از تیوی پرواز کانادا دکتر مهبوساری هستم. به عنوان نوازنده نفاره و همخوان در گروه بیلدم به سرپرستی استاد محمد رضا شاهنوری بیگ اینشه، نوازنده ترانه سرا، شاعر مسلط بر انواع سازها بالاخص کمانچه و ویالون، و نیز همخوان سرکار خانم مگری چولابی، همخوان محترم سرکار خانم مریم زمانی و سرکار خانم یزدانی در خدمتتون هستیم. سال نو رو با آرزوی بهترین ها به شما تبریک عرض می کنیم. خجسته عید باستانی بر همگان همایون و فرخنده باد. باشید خوش خبر عید بهاره، باشید خوش خبر عید بهاره. خیلی وقت نشم پیغام بیاره، خیلی وقت نشم پیغام بیاره. بیا جان پیغام و دشمنم دشمن، بگو رو تر بیای نوغی کاره، بگو رو تر بیای نوغی کاره. بهار رو بای بهار رو بای
مبارک برون آمد آرز گل سر آمد نده جان خبر بیار جان قصید آمد نده جان خبر بیار جان قصید درود، درود خدمت همه شما هموطنان عزیزم. تبریک نوروز، این جشن زیبای ما ایرانیان رو خدمت تک تکتون عرض میکنم و امیدوارم که یک سین بسیار زیبا به سفره هفت سینتون مزین بشه امسال و اون سین، سین سلامت هست. امیر نورپور هستم، تنها ایرانی که افتخار داره به عنوان اینترنشنال مستر ترینر تاییدیه داره، سرتیفای شده از ژاپن بابت تکنولوژی آب کانگن، که امیدوارم امسال تک تکتون بتونید از این تکنولوژی زیبا برای خودتون و سلامت خانوادتون بهره ببرید. متشکرم. با سلام و آرزوی بهترین ها برای همه شما هموطنان عزیزم، میترا صابری هستم. امیدوارم در سال جدید لب‌هاتون همیشه با خنده به زیبایی شکوفه‌های بهار باشه و برای همگی آرزوی موفقیت، سلامت، شادی و عشق می‌کنم. نوروزتون مبارک. نوبهار است، نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش،
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. سبز و گل میکشد دل که آب و سبز و گل دل کش آمد، خوش آمد پیش گل میگفت بلبل، خوش آمد های او گل را خوش آمد، خوش آمد های او گل را خوش آمد. هموطنان عزیز سلام عرض میکنم، من ناصر آرایشم، سال نو رو خدمت شما تبریک میگم، شادی موفقیت تندرستی سلامتی برای شما آرزو میکنم. همکاران عزیزم سال نو رو خدمت همه شما تبریک میگم. سال نو مبارک. ناصر آرایش. گلفروشی طلا با مدیریت حسن آقا محسنی در دو شعبه برنبی و نورت ونکوور در خدمت هموطنان گرامی میباشد. گل فروشی طلا، نامی آشنا در جامعه ایرانی. با تبریک صمیمانه، من مری صالح هستم. نوروز باستانی رو به شما عزیزان در هر جای جهان زیبا که هستی تبریک عرض می کنم. نوروز و بهار همیشه همراه با آرزوهای زیباست. یکی از این آرزوهای زیبا برای ما ایرانیان داشتن خونه است و من دوست دارم در اینجا همراه شما باشم برای خرید خونه و در همین فرصت باز دوست دارم که نوروز باستانی رو به شما عزیزان در سراسر جهان تبریک بگم و سالی سرشار از سلامتی و صلح و صفا برای تک به تک شما عزیزان آرزو کنم. موفق، سلامت و پابرجا باشید. درود بر شما عزیزان. به رسم سنت‌های زیبای ما ایرانیان، سفره هفت‌سین ما نشونه‌های زیبایی داره که نشون دهنده امید و آرزو در سال جدیده. به جز سلامتی و شادکامی و آشتی با طبیعت، رسم بر اینه که چند تا سکه توی سفره هفت‌سین می‌ذاریم. اجازه بدین من الهام رضایی، مشاور مالی شما، آرزو کنم که در سال جدید با برنامه‌ریزی درست سفره‌هاتون پر از برکت و سرمایه باشه و دلاتون پر از شادی و امید. عیدتون مبارک. دوستان هموطنان عزیز، نوروزتون مبارک. امشب با اومدن سال نو ما روحیه و امیدامون هم نو میشن. نوروز فقط یه روز جدید نیست، بلکه فصلیه پر از شادی و همبستگی، امید به روزهای بهتر. بیاین با همدیگه قدر سنت‌های قدیمی رو که ما رو به همدیگه نزدیک میکنه بدونیم، مثل چیدن سفره هفت‌سین، خوردن غذای خوشمزه با همدیگه و پخش کردن مهر و محبت. سالی پر از سلامتی، خوشحالی و رفاه رو برای همه تون آرزو میکنم. سال مبارک. Perfect Shot Studio. Photography and Video Productions. Perfect Shot Studio. بله، همونطور که آراز عزیز فرمودن، همه کارهایی که نتیجه خوبی و لذت بخشی رو به ما میده حاصل یک کار گروهی که با عشق انجام شده و اصطلاحاً ما اینجا بهش میگن تیم ورک هست. بله. و این صحنه زیبایی هم که امروز میبینید، طراحی این صحنه به عهده سرکار خانم شراری سلطانی، دوست عزیز و هنرمند بنده هستش، ولی میدونم ایشون هم برای این کار تیمی رو در کنارشون داشتن. همینطور هم هست. واقعا من بدون این تیم قوی و خوبی که در کنارم داشتم و در کنارمون داشتیم، نمیتونستیم این طراحی زیبا رو به این صورت انجام بدیم. همجوری که خانم لیلا وارثه سفره هفت‌سین به
این زیبایی رو چیدن. گلارایی زیبا، گلای زیبایی که در صحنه میبینید کار طلا فلوریست آقای حسن گل آقا محسنی هستش. من واقعا حسن آقا رو همیشه صداش میکنم حسن گل، چون واقعا خودش نه تنها پرسنالیتی مهربونی داره و واقعا خودش یک دست گله این آقای آقا محسنی عزیز. و همینطور بالونهایی که میبینید توسط خانم تینای عزیز درست شده با اون آرچ قزشنگی که گذاشتن و بسیار زیبا، ما واقعا دوستشون داریم. دست همگی درد نکنه. و سالن هم آقای شهرام عزیز گیلانه این سالن رو به ما دادن با غذاها و پذیرایی بسیار عالی عالی. از این فرصت استفاده میکنیم و از اسپانسرهای عزیز این برنامه تشکر میکنیم. بدون وجود اسپانسرها و شما دوستان عزیزی که حامیان برنامه های پرواز هستید، انجام این برنامه ها غیر ممکن هست. همینطوره. شروع کنید از ویدینگ پلانر عزیزمون خانم. بله، از پالس کلاس ویدینگ پلانر کمپانی تشکر میکنیم. از آقای مهندس مصطفی سلیمیان مشاور املاک. بله، همینطور شیراز مارکت در کوکودلم آقا مسعود عزیز تشکر میکنیم. سرکار خانم میترا صابری مشاور املاک. آقای بیژن احمدیان وکیل و مشاور. سرکار خانم ژیلا رضایی مشاور املاک در ونکوور. خشکبار ایوب که واقعا تمام خشکبارها، آجیلهای سفره ما و شیرینی‌های عید عالی، میوه‌های خشک و اما یک جایزه هم آقای ایوب امیرخان گل گذاشتن اینجا که جایزه رو ما اعلام می‌کنیم و این سبد خوشگل آجیل هم تقدیم اون کسی میشه که این جایزه رو ببره. به 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 به، قبلش نگفته بودید چراره عزیز که من بدونم چه کار کنم که برنده بشم. نه دیگه، ماها خودمون هیچ کدوم نمیتونیم برنده بشیم، دوستان توی خونه میتونن برنده بشن، گروه موسیقیش فکری به حال خودشون نکنن. سرکار خانم سیما میرزا آقایی مشاور وام مسکن و امور مالی. خانم الهام رضایی مشاور مالی. سرکار خانم دکتر پوران رستمیان و خانم مری صالح مشاور املاک. بله، آقای مو پورتقی مشاور املاک. آقای رامین امینیان مشاور وام مسکن. آقای حسین عطار از صرافی معتبر عطار. آقای رضا هوشمند از شرکت حسابداری پی بی اس. آقای امیر نورپور از شرکت کنگن واتر. و یک بار دیگه سرکار خانم لیلا بارسته و خانم تینا. کاپوجو کافی در برنبی. و کار میکاپ و گریم امروز توسط دوست عزیزم مریم آلمانیکیا بوده که واقعا مریم جون دست مریضات خیلی کار قشنگی انجام دادی. از اینجا میبوسیمت. در کنار اسپانسرهای برنامه، همکاران عزیز این برنامه. بله، همکاران عزیز این برنامه آقای مهدی حسینی، آقای بیژن عزیز، آقای بهروز جانمی و آقای نعیم عزیز، واقعا تشکر میکنیم که پشت صحنه به ما کمک کردن. همچنین همسر گرامی خودم مجید ماهیچی که کارگردانی و برنامه رو به عهده داشته. در کنار این عزیزان، از خانم فرشته فرمند، بردیا صادقی، آقای رضا صادقی، آقای آراز ریسمانی و گروه دومان، هنرمندان عزیز شهرمون، آقای علی حقیقت‌جو و آقای ایرج سرشار کمال تشکر رو داریم. همچنین از آقای حمید زرگرزاده عزیز تشکر میکنیم که همیشه حامی برنامه ما بودن. دوستان عزیز، امید که از برنامه نوروزی تلویزیون پرواز امسال خوشتون اومده باشه. براتون آرزوی بهترین ها رو داریم.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. چشم گلدون ابر بهاری میخونه شعر بلند بارون، عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهاره بهارتون مبارک. چشم گلدون ابر بهاری میخونه شعر بلند بارون، عید تو عید من عید همه مبارک،